السلام علیکم بیننده عزیز، خوش آمدین به چینل آشپزی خودتان. امروز با یک ویدیو جدید در خدمت شما خوبا قرار گرفته میخواییم که با همدیگه ساندویج فوری امرو با گوشت مرغ آماده کنیم. امیدوار هستم که از این آموزش خوش شما بیایم مرا تا آخر ویدیو بیننده باشید. دوستای عزیزم و هموطنهای گرامیم، تا اینکه میرین طرف شروع کار ساندویج فراموش نکنید با حمایت از من دکمه لایک و سابسکرایب هم بزنید تا هر باری که ویدیوی جدید و جدیدتر میمونم اولین کسایی باشید که ویدیو رو میبینید. دوستای عزیزم و هموطنهای گرامی، امروز ساندویج را که میخواییم با هم دیگه آماده کنیم فوق العاده عالی و خوشمزه هسته، به خصوص برای اطفال نازنین پدر مادرای میخواین که در مدرسه بر اشتکای خود نان بانین، برای اشتکا یا برای اطفال نازنین به نظر فوق العاده است و همچنان خوشمزه است که اطفال نازنینتان 100% طرفدار همین نوع ساندویج است و میخواهد که همیشه از ساندویج خوشمزه در مدرسه همراه خود داشته باشد. پس قصه کوتاه دوستا، بریم که با هم دیگه این ساندویج فوق العاده عالی و خوشمزه را آماده کنیم. اینم از موادی لازمه که در تصویر میبینید. دوستای عزیز، در قدم اول اینجا که میبینید برای شما موادهای خمیر یادآور میشم، غیر از نمک دیگه کل موادهایش اینجا ما و شما فعلا لازم داریم. یک گلاس آب گرم، یک نیم گلاس آرد جواری که یک گلاس شده میبینید که اینجا انداختیم، نیم گلاس دیگه هم لازم داریم. در کل 4 گلاس آرد معمولی لازم داریم که 3 گلاسش شما میبینید، یک گلاس دیگه هم از پاکت باز میگیریم. یک نیم قاشق غذاخوری شکر، یک نیم قاشق غذاخوری خمیر ترش یا همون خمیر مایه فوری. اینجا که میبینی شیر لازم داریم دوستا، یک گلاس آب گرم اضافه میکنیم و همینطور یک نیم گلاس شیر. شیر همراه آب اضافه کردیم، یک نیم قاشق شکری را که داریم اضافه میکنیم و همچنان خمیر ترش یا همو خمیر مایه فوری. مواد را کاملا گرد میکنیم. یک گلاس آرد جواری یا مو آرد ذرت، ما نیم گلاس کمترش اضافه میکنیم، باقی مانده شک یعنی در کل یک نیم گلاس میشه ببینید که ما که لازم داریم و همچنان آرد معمولی یک گلاس. مقدار کمی دیگه هم آرد معمولی اضافه میکنیم. خوب خمیر گرد میتیم تا اینکه کاملا یک دست شوم. دوستا خمیر میبینید که کاملا آماده شده. خمیر سرش هم میپوشانیم. مدت 20 دقیقه الا نیم ساعت استراحت میتیم خمیر. دوستای عزیزم، خمیرم میمانیم مدت 20 دقیقه الا نیم ساعت که استراحت کنه. اینجا هم که میبینید مقدار کمی آرد معمولی است همراه با آرد جواری به خاطر ورز دادن خمیر. اینجا هم که میبینید در کل 2.5 گلاس آرد معمولی زیادتر است که دیدین در این چقدر اضافه کردیم و همچنان مقدار کمی آرد جواری. اینا رو فعلا کنار میمانیم، میریم طرف گوشت. موادهای لازم گوشت دوستا میخوایم که براتون یادآور شوم. اینجا میبینید 1 کیلو و 100 گرم گوشت سینه مرغ است، 2 عدد سیر، 4 قاشق غذاخوری روغن، 2 قاشق غذاخوری سرپور ماست، مرچ سیاه خیلی کم، ذائقه ای است دوستا، اگر دوست نداشتین هیچ اضافه نکنید، 1 قاشق چای خوری کاری، 1 قاشق چای خوری سوماق یا غوری انگور، نمک به میزان لازم، پودر مرچ دلمه 1 قاشق چای خوری،
حال می خواهیم که مواد ها را کلن در یک ظرف جداگانه اضافه کنیم. گوشت، دو القصیر، روغن، ماست و همچنان ادویه‌جات. دوستان خب مواد کاملا گرد میکنیم که گوشت همراه همی ادویه‌جات و سیر و ماست کاملا گرد بخوره. گوشت کاملا گرد کردیم دوستان، درش هم میبندیم. مدت نیم ساعت گوشت استراحت میدیم. فرق نمیکنه که گوشت داخل یخچال بانین یا بیرون از یخچال، فقط مدت نیم ساعت گوشت استراحت میدیم. دوستای عزیزم خمیره مدت نیم ساعت میبینید که استراحت دادیم، کاملا رسیده. میبینید باقی مانده آرد را که داریم آرام آرام اضافه میکنیم، خمیره گرد میکنیم تا اینکه خمیره را که میخواییم به دست بیاریم. البته اندازه دو قاشق غذاخوری. دوباره باز روغن هم لازم داریم دوستان. آرد اینو تا آرام آرام گرد میکنیم دوستان تا اینکه خمیر کاملا خمیر نانی را که میخواییم به دست بیاریم. بیننده عزیز میبینید خمیر آماده شده، یعنی ما خمیر از این بیشتر نمیخواییم که سیفت یا سخت کنیم. اینی قدر آرد جواری مانده دوستا، اینی قدر آرد معمولی، اینا رو دیگه اضافه نمیکنیم به خاطر که خمیر ما با زیاد سیفت میشه. حال اندازه دو قاشق غذاخوری روغن میگیریم. خمیر امرا با می دو قاشق غذاخوری روغن کاملا خوب ورز میدیم تا اینکه خمیر کاملا یک خمیر نرم و لطیف به دست بیاید. امرای روغن خوب ورز داده میشه خمیر. بهترین خمیره به دست آوردیم. این حالت باشه. مقدار آردایی که باقی مانده دوستا در یک ظرف دم ظرف اضافه میکنیم، چون برای ورز دادن خمیر مقدار آرد هم لازم داریم. خب همینطور که میبینید دوستا آرد معمولی امرای آرد جواری میخواییم که خمیره یک دفعه ورز بدیم. خب خمیره تقسیم میکنیم دوستان. می خواهیم خمیره رو زغاله کنیم دوستان همراه با مقدار آرد جواری و آرد معمولی.
خمیر رو زغاله کردیم دوستان، مدت 3 دقیقه استراحت میتیم. خب با ادامه ویدیو تا 3 دقیقه دیگه دوستان. دوستای گلم خمیر مدت 3 دقیقه استراحت کرده، حالا میخواییم که خمیر رو ورز بدیم یا اینکه عوار کنیم. آرد جواری با آرد معمولی مخلوط، دوستای گلم میبینید خمیر نباید زیاد نازک شوه، به می حالت که شد خمیره میبینید اینجا من پارچه پن کردم، در روی پارچه میمانم، بازم به می رویش خمیر بعدی را یا زغال بعدی را امرا با مخلوط آرد جواری و آرد معمولی خمیر را ورز میده. زیاد خمیر را نازک نمی کنیم به خاطر که نان ساندویچ را که میخوایم آماده کنیم خراب میشه. البته زغالایش هم باید کم زخیم تر بگیرین، نه زیاد کوچیک کوچیک، بزرگتر، یعنی که همونطور نانش کمی باز دبل تر باشه. نان بعدی، خب زغال بعدی هم دیدیم که سر پارچه هم ماندیم دوستان. متوجه باشین زیاد خمیر نازک نمیکنیم دوستان. یک دو تای دیگر هم باز میکنم، مثل امیز خمیرها رو که میبینید، بعد از او باز میریم با هم دیگه پخته میکنیم. دوستای گلم میبینید که گاز روشن کردیم، مایتابه را سر گاز میمانیم. دوستای عزیز وقتی که مایتابه را سر گاز ماندین حواستون باشه که مایتابه باشه که زیادتر سر آتیش استفاده میکنین، مثل که همیشه نان مایتابه پخته میکنین روغن زیاد درش استفاده نمیشه، از او خاطر باید امو مایتابه را استفاده کنیم که بازمی توسی یا مونسوزی مایتابه که هست اگه روغن استفاده نکنیم میسوزه باز خراب میشه. با او خاطر ما همیشه همین مایتابه رو استفاده کردیم در چیز بدون روغن که درست میکنم. باز همین مایتابه رو امروز میخوایم که برای نانم استفاده کنم. مایتابه رو ماندیم که یک کمک داغ شوه، نان یا خمیری را که آماده کردیم اضافه میکنم. آتش باید متوسط باشه. این حال میفهمیم که یک طرف نان یک کمک خود گرفته دوستا، آرام برگردان میکنیم. میبینید که پخته نشده، فقط یک کمی گرفته. یک دفعه دیگه هم برگردان میکنیم. نان میبینید که آرام آرام اینو تو پوف میکنه، داخل نان کاملا خالی میشه. میبینید باید کلا نان رو تو پوف کنه و داخل نان کاملا خالی شوه. میبینید که نان کاملا پوف کرده، میمانیم که خوب سرخ شوه، یعنی که داخلش خام نمانه، باز از مایتابه در میاریم. میبینید داخل نان کاملا خالی شده، حالا از مایتابه در میاریم دوستان. بازم به میرویش نان بعدی رو اضافه کردیم دوستان. ما
آرام برگردان میکنیم. یک طرف نان که گرفت، باز میمانیم که تا نان کاملا پف کنه. دوستان میبینید که نان بعدیم همه تو پف میکنه، داخل نان باید کاملا همه تو پف کنه و داخل نان خالی شود. دیدیم که نان پف کرد، آل برگردان میکنیم، طرف نان هم میمانیم که پخته شود. نان نمیتو برگردان میکنیم که هر طرفش باید کاملا پخته شود دوستان، خام نمانه. یک دفعه که نان پف کرد که نان هی پشت رو میکنیم، اگر پفش هم شد اشکال نداره، دیگه خراب نمیشه دوستان. باید خام نمانه، هی همیتو پشت رو کنیم. بسیار یک غذای خوشمزه و مقوی برای اطفال نازنین. شما اگه دوست داشته باشین که اولادایتان در مدرسه نان ببرن، حتما از این ساندویچ خوشمزه آماده کنین. اما اینکه طفلایتان گوشت ننمیشینه در مدرسه، حتما غذا را نوش جان میکنن. اما اینکه خیال خودتان راحت است که طفلایتان یک غذای سالم خودتان آماده کردین برایشان دادین، نوش جان میکنه. از استرس هم ندارین که امروز دختر یا پسری که در مدرسه روان میکنیم چی خورد، آیا صبحانه ای که مانده بودیم، غذایی را که مانده بودیم خوردگ یا نخورد. دیگه واقعا پدر مادرها خیلی استرس داره به خاطر اطفال نازنین. با خود من همونطور هستم شخصا دوستا، هر غذایی که برای شتکای خود میمانم استرس دارم که آیا ای را خوردگ نخورد. در قدم اول من که پرسان میکنم میگم نان خود خوردی یا نه، میگم گوشنه نباشم. دیدین که نان آماده شد دوستا، از مایتابه در میاریم. اینجا میبینید ما یک تا پارچه پهن کردیم، سینی داشت مانده، باز درش پارچه انداختیم. نانا رو که از مایتابه میکشم در اینجا میمانم. نان رو پخته کردیم دوستا، کنار ماندیم، مایتابه رو سر گاز ماندیم، گوشت را که اخته کرده بودیم مدت نیم ساعت 35 دقیقه استراحت کرده، در مایتابه اضافه میکنیم، آرام آرام سرخ میکنیم تا اینکه گوشت کاملا آبش خشک شود. دوستای عزیز میبینید که گوشت آرام آرام سرخ میشه. آلیم اندازه یک قاشق غذاخوری کچاپ، یک قاشق غذاخوری سس مایونز، فرق نمیکنه از هر سسی که شما استفاده کردید. مواد کاملا خوب مخلوط میکنیم. خب گوشت دیدین که امرای سس گدوت کردیم دوستا، کاملا مخلوط شده. حالا میخواییم که یک دو سه ورق پنیری که مخصوص ساندویچ یا همبرگر هسته، میخواییم که چند ورق در روی گوشت اضافه کنیم به خاطر خوشگل بود، به خاطر خوشمزه تر شدن ساندویچی که ما آماده کردیم. درش هم میبندیم دوستا، حرارت کاملا باید کم باشه. مدت 5 دقیقه میمانیم که پنیرها کاملا آب شود. میبینید که پنیر کاملا آب شده. گوشت هم روی پنیر مخلوط میکنیم. دیگر گوشت ساندویچی که امروز میخواستیم آماده کنیم کاملا آماده شده، آماده پر شدن است. این را کنار میمانیم دوستا. مقداری کمی چیپس هم امرویش اگر دوست داشتین میتونین درست کنین. چیه گوشت لابدار و آبدار میبریم که ساندویچ های خوشمزه را پر کنیم. که کل چیز آماده کردیم، نانم پخته کردیم، گوشتم آماده کردیم، مقدار چیپس هم امرویش کردم. دیگه آل میخواییم که نانایی را که با هم دیگه پخته کردیم دوستا برش بزنیم. ببینید نانش چقدر نرم و لطیف آمده دوستا، بسیار یک نان خوشمزه و همچنان تازه.
میتونیم از مابینش بریش بزنیم. میبینید که داخل نان کاملا خالی است دوستا، تا میتونیم گوشت داخلش پر کنیم. همونطور دیگه هم کاملا خالی است، میبینید. نانا رو بریش میزنیم دوستا. خیلی نان نرم، چقدر یک بافت لطیف داره، ببینید دوستا اصلا خراب نمیشه. به می رویشی که خمیره آماده کردم آماده کنید. نان ساندویچ را که میخواین خراب در نمیاید. کلگش داخل نانا کاملا پف کرده خالی است دوستا. و نگفتن نمونه دوستا، اینجا میبینید من از این کاغذ هایی که مخصوص نان است برای مدرسه بشتکا، البته مایی را گرفتیم که برای شما نازنینانشان بتیم. اگر ساندویچ یا مثلا لغمه برای اشتکا درست کردیم، میتونیم از این کاغذ ها از لیدیل، نیتو، ریوی، کل مغازه داره میتونیم خریداری کنیم برای اولادای ما نان خلش بانیم. خب با ادامه ویدیو دوستا، تا اینکه من نانا را کلن اینمی تو بوریش بزنم. دوستای عزیز میبینید که مقدار کمی چیپس هم امرایش کردم. نانای ساندویچ را که با هم دیگه پخته کردیم. هر سوسی را که شما دوست داشتین میتونین اول نانا را امرای سوس رومال کنین. خدا کنه که کچاپ دوست داشتین، سوس انبه و مایونیز، هر سوسی را که دوست داشتین میتونین استفاده کنین. خب میبینید اول یک چند بر کاو میمونم. باز گوشت را که با هم دیگه درست کردیم. و همینطور چند شاخه چیپس. همچنان یک تا دو تا گرجه یا می بانجان رومی. خب یک تا گوشت دیگه هم میمونم دوستان. بازم یک تا کاوو. پای رو بیش آماده میکنیم. ببینید دوستا، یک غذای سالم مقوی. و می رویش ساندویچ ها رو پر میکنم دوستا با ادامه ویدیو. اینم از ساندویچ خوش رنگ و خوشمزه و همونطور فوق العاده عالی دوستا، که میتونیم در پارک در بیرون که رفتیم میتونیم آماده کنیم با خود ببریم امرا با پاکت ها. کاغذ هایی که مخصوص نان مدرسه ای برای بچه ها هستن. اگر مثلا ساندویچ برای مدرسه اشتکایتون آماده کردین، ساندویچ را به این روش پر میکنیم. داخل از پاکت ها میمانیم. به این روش دانش را بسته میکنیم. میمانیم برای اولادای ما که در مدرسه نوشی جان کنن. ساندویچ خوشمزه را میبرم که همسر عزیزم تست کنه. بچه ها مدرسه هست دوستا، کلش پر نکدم. به خاطر که دخترای خوشکل مکتب هستن. دوستای عزیزم، هموطنای گرامیم، دیدی که ساندویچ فوق العاده عالی و خوشمزه را با هم دیگه آماده کردیم. آماده خوردن است. پرنسسای خوشگلم در مدرسه هستند. ما هم سر عزیزم تنها نشستیم سر سفره، میخواهیم که نوشی جان کنیم. بله عزیزای دل، بنده ما عرض سلام و ادب دارم. امید که جور صحتمند باشید در هر گوشه و کنار جهان که هستید. تنتون سالم، امرو با خانواده صحت و سلامت باشید. همینطور که میبینید باز هم همسر عزیزم گل کاشته و یک کموتو ساندویچ خیلی ناب و عالی درست کرده که عزیزای دل شما میتونید هم برای که بچه هایتان مدرسه بره، هم کدام جایی که تفریح برین آماده کنید. و همچنان در ویدیو براتون گفت پاکتاش هم میتونید از کجا خریداری کنید. ببینید غذا به خوش رنگی هم تو چست آماده که ببینیم نوشی جان کنیم. جای شما نازنینا هم خالی. طعمش چه رقمی است؟ دست دم هم در مدرسه و هم سر کار و همی که جای بخوایم با خانواده تفریح بریم دیگه جایتان خالی. یک لقمه بخورم.
بابا واقعا عالی اجزای دل، از طرف ما واقعا نمره 20، واقعا از حق نگذریم، یعنی حرف ندارم. انشالله که شما هم درست کنید، همراه با خانواده نازنینتون نوشی جان کنید و بعد در همین جا در کامنت بنویسید چه رقمی بود، نه اینکه ما تنها از خود تعریف کنیم. یعنی جایش ما نازنین خالی، ما نوشی جان. دوستای عزیز، هموطنای گرامی، توصیه میکنم که حتما از این ساندویچ خوشمزه یک بارم که شده امتحان کنید. با گفته همسر عزیزم که در زیر همه ویدیو بیاید کامنت کنین که ساندویچش چقدر خوشمزه و لذیذ است. وقتی یک دفعه که درست کنین، دوست دارین هفته یک بار دوبار حتما از این ساندویچ خوشمزه نوشیجان کنین، چون هم سالم است، همین که روغن زیاد نمیبره. بسیار یک ساندویچ خوبش آمده دوستا، جای شما خالی. ما همسر عزیزم غذا رو نوشیجان میکنیم که تقریبا یک 20 دقیقه دیگه مونده که همسر عزیزم بره دختران از مدرسه و کندرگارتن بیاره. عزیزای دل، برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب فراموشتان نشود. تشکر از تک تک شما خوب و عزیز که تا آخر ما رو بیننده بودید. جهان سپاس. تا ویدیوی بعد، خداوند یار و نگهدار. دوستای عزیز، هم هموطنای گرامی، میخوایم که با شما نازنینا خداحافظی کنیم. با تشکر که با سلامندی کامل نشستین، ما رو تا آخر ویدیو بیننده بودین. تا یک برنامه دیگه، تا یک ویدیوی دیگه، خدایا رو نگهدار شما.